صبحتون بخیر به شباهنگ امشب خیلی خوش اومدید. در برنامه امشب چند خبر رو مرور میکنیم. بهنام هم با ما خواهد بود برای معرفی فیلم ستاره‌ای متولد میشود با شرکت لیدی گاگا. تا پایان برنامه همراه ما بمانید. دختری با بادکنک، مشهورترین اثر بنکسی، هنرمند ناماشنای بریتانیایی در حراجخانه ساتبی لندن درست پس از ضربه خوردن آخرین چکش که این اثر رو به قیمت بالای 1,000,000 دلار فروخته بود پیش چشم حاضران رشته شد. بنکسی در اینستاگرام خود توضیح داد که چطور چند سال پیش به طور پنهانی یک کاغذ خردکن رو درون قاب این نقاشی جاسازی کرده بود که اگر روزی این اثر به حراج رفت بتونه اونو به این وسیله نابود کنه. در صورتی که یک اثر هنری به فروش رفته در حراجخانه آسیب ببینه، خریدار نباید برای اون پولی بپردازه. با این حال از آنجایی که این اتفاق به گفته ساتبی نخستین و جالبترین شوخی در دنیای هنر به شمار میاد، به احتمال زیاد ارزش اثر هم بالاتر خواهد رفت. اما هنوز مشخص نیست شخصی که اونو خریده چقدر بابت آن خواهد پرداخت. نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران. نمایشگاهی که زندگی کوتاه و پربار هنرمند آمریکایی ژان میشل باسکیا رو در بر میگیره در بنیاد لویی ویتون در پاریس آغاز به کار کرده. در گزارش پیش رو نگاهی داریم به آثار عرضه شده در این نمایشگاه. ژان میشل باسکیا فعالیت هنریش را در اواخر دهه 70 میلادی به عنوان یک هنرمند گرافیتی آغاز کرد. آثارش بیشتر تحت تأثیر موسیقی هیپ هاپ آن دوران شکل گرفت. در کلاژ و ترکیب عناصر خارق‌العاده بود. کارهایش تک است. رویکردش نسبت به دانش به گونه‌ای بود که انگار تبادل اطلاعات در عصر توییتر را پیش بینی می‌کرد. سواری با مرگ یکی از مشهورترین آثار او نیز در نمایشگاه عرضه شده. به گفته مسئول نمایشگاه این اثر از یکی از تابلوهای لئوناردو داوینچی الهام گرفته شده و فقدان اسب برای سوارکار آفریقایی آمریکایی تبار نمادی از جامعه امروز است. باسکیا در آثارش از حقایق تاریخی و ادبی از هومر گرفته تا مالکوم اکس بهره می برد و آنها را با نمادها، نشانه‌ها و فرمول‌های علمی ترکیب می‌کرد. خیلی ها فکر میکردن او خود آموخته بود و دانش زیادی نداشت، اما در اصل خیلی باسواد بود. چندین فرهنگ را با هم ترکیب میکرد. آثارش المان‌هایی را از دنیای فرهنگ و هنر جهان به شیوهی هوشمندانه کنار هم می‌گذاشت. میشل باسکیا در سال 1988 به دلیل مصرف بیش از اندازه مواد مخدر در 27 سالگی از دنیا رفت. موزه مشهور ویکتوریا و آلبرت لندن درهای شعبه جدیدش رو در بندر داندی اسکاتلند به روی دیدار کننده ها گشود. موزه‌ای با معماری جالب برگرفته از عناصر فرهنگی اسکاتلند. این بنای زاویه‌دار در سواحل شمال شرقی اسکاتلند موزه جدید ویکتوریا و آلبرت داندی است که با هدف جذب توریست ها به این شهر خلوت ساخته شده. بنای موزه را کنگو کوما، معمار ژاپنی طراحی کرده است. او همچنین طراحی استادیوم المپیک 2020 توکیه را بر عهده دارد.
او برای طراحی بنای موزه که همانند دو کشتی است که در کنار هم لنگر انداختند، از چشم‌اندازهای این کشور الهام گرفته. سعی کردیم بندر رود تی رو که به شهر داندی متصل میشه بازسازی کنیم. دیوارهای موزه به شباهت از مناظر پرصخره اسکاتلند از سنگهای ناهموار خاکستری ساخته شدند. در موزه از اشیاء لوکس و گران قیمت مانند یک تاج کارتیه تا پوسترهای کتابهای محبوب کودکان و لباسی که ناتالی پورتمن در فیلم جنگ ستارگان حمله کلونها پوشیده بود به نمایش درآمده. تریسترام هانت مدیر موزه ویکتوریا و آلبرت لندن شعبه جدید در اسکاتلند را نقطه عطفی در فرهنگ داندی می‌داند. این موزه در اصل ملی‌گرایی در ایجاد ارتباطات نقش ایفا می‌کند. موزه ها توانایی ایجاد تغییرات دارند. انتظار می‌رود موزه ویکتوریا و آلبرت 500,000 بازدیدکننده را به شهر داندی جلب کند که 3 برابر سالهای پیش است. ماندانا تدیان، صدای آمریکا. نه شب، برنامه جدیدی از صدای آمریکا. نه شب، تازه‌ترین خبرهای جهان، تحلیل و گزارش. نه شب از دوشنبه تا جمعه. یکونیم بعد از ظهر واشنگتن، 9 شب تهران. یک گروه جوان موسیقی در استرالیا با انتشار آهنگی تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی به پدیده دردناک حیوان‌آزاری در ایران اعتراض کرده. آنها امیدوارند از این طریق به آگاهی رسانی در این زمینه کمک کنند. جزئیات بیشتر از بهنود مکری. بیایید با هم دیگه کبوترها رو دون بدیم، میشه راه باخچه رو میشه آهنگ جدیدی است از گروه موسیقی سنیک، اثری اجتماعی در حمایت از حقوق حیوانات در ایران. آرش کیان، بنیانگذار و سرپرست سنیک، مهمترین انگیزه گروه از تولید این آهنگ را وجود پدیده غم‌انگیز حیوان آزاری در این کشور می‌داند. متأسفانه در کشورمون ایران قانون سفت و سختی برای حمایت از حقوق حیوانات وجود نداره و روزانه ما شاهد صحنه‌های دلخراش حیوان آزاری، شکارهای غیرقانونی و از بین رفتن گونه‌های نادر حیوانات بومی هستیم. همه اینها نشانگر این بود که نیاز هست که ما بیایم و صدای حیوانات باشیم و از آدم‌ها کمک بخوایم. میشه ماحصل همکاری گروهی از هنرمندان نوجوانی است که داوطلبانه و بدون هیچ چشم داشته مالی در این پروژه مشارکت داشتند. آنها امیدوارند با اجرای این اثر صدای حیوانات مظلومی باشند که در ایران مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. ترانه زیبایی از محمد ایمانی و ملودی رو بنده نوشتم، تنظیم خیلی خوب پسر 16 ساله من آراد و صدای ویولون زیبای هنرمند خوب ایرانی مقیم ملبورن، هنرمند 15 ساله نیما علیزاده و میکس و مسترینگ علی رامی بوده و ویدیو این کار توسط تصویر برداری توسط ارسطو میرشاهی در ملبورن، مهدی ایمانی در تهران و ویدیو ادیتینگش هم در ملبورن توسط میثاق زمانی اتفاق افتاده، البته با صدای بسیار زیبای دختر خوش آتیه و هنرمند ایرانی رایکا گنجپور
این کار بسیار زیباتر هم شده. آرش کیان امیدوار است چنین پروژه‌هایی همراه با کوشش‌های فعالین مدنی در نهایت منجر به وضع قوانین رسمی برای جلوگیری از حیوان آزاری در ایران شود. امیدوارم که روزی برسه که این فرهنگ سازی به نحوی انجام بشه که اگر ما شاهد یک صحنه دلخراش از یک حیوان آزاری بودیم، به جایی که مردم بیان کمپین تشکیل بدن و با همدیگه بررسی کنن که در قالب هیئت‌های مختلف که چگونه میتونن این مشکل رو رفع کنن، قانونی مدون باشه و اینقدر محکم باشه که هم فرهنگ سازی بشه، همین که اون قانون به جای حرکات خود انگیخته مردم بیاد از حقوق حیوانات دفاع کنه. میشه آره میشه، اگه رو خود فامیمون خط بکشیم. آره میشه با محبت هممون هم دل و هم زبون بشیم. بهنود مکری، صدای آمریکا. گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم ستاره‌ای متولد می شود با شرکت لیدی گاگا و برادلی کوپر که اکران سراسری اون از روز جمعه در سینماهای آمریکا شروع شد. جذاب‌ترین داستان هالیوود تبدیل شدن یک انسان عادی ولی هنرمند به یک ستاره است. موقعیتی جادویی و ابر انسانی در فیلم‌های ستاره‌ای متولد می‌شود که به یک حساب پنجمین آنها اینک بر پرده می‌آید. صعود یک ستاره جدید به عرش همزمان می‌شود با سقوط یک ستاره دیگر. I always knew like you were going to do something that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. برادلی کوپر که برای نخستین بار در مقام کارگردان پشت دوربین قرار گرفته میگوید سالها مشغول آماده سازی برای این کار بود و کارگردان‌های برجسته‌ای رو پشت سر داشته، از جمله کلینت ایستوود و تاد فیلیپس، و میگوید به خصوص دیوید او راسل که برایش بازی در فیلم‌های او مثل یک مکتب و آموزشگاه بود. گزار ستاره ای را که در یک شب بدمستی و سرگردانی به باشگاهی مخصوص همجنسگرایان می افتد و در آنجا خواننده جوانی چشم او را می گیرد. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. علی با بازی لیدی گاگا در نخستین نقش سینماییش که منتقدان را با داستان صعود خود او بی‌شباهت نمی دانند. لیدی گاگا اینجا هنگام رونمایی فیلم در جشنواره تورانتو میگوید علی در فیلم با شخصیت خود او خیلی تفاوت دارد، ولی به او در نوجوانی در دبیرستان شبیه است، هنگامی که به استعداد خود باور نداشت. Hey. What? I just want to take another look at you. در داستان ستاره‌ای متولد می‌شود، محبت جکسون ستاره راک و تشویق‌های او به هنرمند خجول اعتماد به نفس می‌بخشد و او را به شهرتی فراگیر می‌رساند، تا جایی که از حامی و منبع الهام خود فراتر می‌رود. ولی تلاش ستاره جوان برای نجات جکسون از افسردگی و اعتیاد به جایی نمی‌رسد. Well, I loved writing music for the soundtrack on this film. I worked on it with many people. لیدی گاگا می‌گوید از ساختن موسیقی متن برای این فیلم خیلی لذت برد، ولی آن را یک کار دست جمعی می داند همراه با هنرمندان دیگر از جمله خود برادلی کوپر که چند تا از ترانه‌های فیلم را نوشته. او می گوید برادلی کوپر در فیلم و همچنین در زندگی به او گفته که فقط باید به او اعتماد کند. چند برای
برادلی کوپر با 4 سال تلاش این فیلم را به ثمر رسانده، ولی به نظر منتقدها که در جشنواره‌های ونیز و تورنتو فیلم را دیدند، جاذبه مغناطیسی لیدی گاگا و استعداد یگانه او روایت جدید داستان ستاره متولد می شود را به عمده‌ترین فیلم این فصل سینمایی تبدیل کرده. بهنام، آیا همونطور که در جشنواره ونیز و بعد هم در تورنتو گفته شد، این فیلم در واقع داستان زندگی خود لیدی گاگا است؟ خب به روایتی میشه گفت که داستان زندگی لیدی گاگا هست یا میشه، و این یکی از نکته های کلی در مورد این فیلم و روایت های دیگه این داستان هست. اول که جکسون با بازی برادلی کوپر به لیدی گاگا برخورد میکنه، او رو نه تنها به عنوان لیدی گاگا هنرمند موسیقی رقص پاپ دار، بلکه به عنوان یک ترانه‌نویس و خواننده ترانه‌های احساسی و مردمی کشفش میکنه. هنرمندی که در همون ژانر موسیقی راک احساسی که خودش رو صحنه اجرا میکنه کار داره. نیمه اول فیلم که به نظر بیشتر منتقدها شوق‌انگیز و نفسگیر هست، در مورد لیدی گاگا هنرمند هست که وقتی شروع به خواندن میکنه، تماشاگرها به قول میکلاس هال منتقد سان فرانسیسکو کرونیکل مور روی پوستشون راست میشه. در قسمت دوم فیلم جکسون شخصیت برادلی کوپر وقتی میبینه این دختر موفق و محبوب شده و دنیا رو گرفته، متهمش میکنه که برای راضی کردن مردم حالا داره ارزش‌های هنری رو وقف میکنه و به اصطلاح هنر رو فدای شهرت و محبوبیت کرده با آهنگای رقصی. این چرخش در داستان که میتونه بحث و برخورد ایجاد کنه، اما زیاد در فیلم دنبال نمیشه، برای اینکه دختر هنرمند اول فیلم تبدیل میشه به لیدی گاگا، ستاره محبوب و آشنا، با ترانه‌های از نوع اون چه لیدی گاگا رو به شهرت رسوند که البته اجتناب ناپذیرم هست. جودی گارلند و باربرا استرایسند هم که روایت‌های موزیکال این داستان ستاره متولد می‌شود رو کار کردن، در قسمت دوم نقش‌های خودشون رو بازی می‌کنن، همونطور که لیدی گاگا هم فیلم رو به داستان تحول ستاره به نام لیدی گاگا تبدیل می‌کنه. از دید منتقدها این هم حسن فیلم هست، هم میتونه خب عیبش باشه، برای اینکه داستان فیلم رو از فضای نیمه اول فیلم بیرون میکشه. ولی خب عجیب هم هست که فیلمی که بر اساس داستان ستاره متولد میشود ساخته شده، داستان هنرمندی رو تعریف میکنه که 70-80 سال بعد از این فیلم متولد شده. بنابراین باید گفت هم داستان لیدی گاگا هست هم نیست. ولی بهنام، میبینیم که منتقدها تقریبا یک صدا این فیلم رو تحسین میکنن، اونا چه جاذبه ای در فیلم میبینن؟ حتی منتقدهایی که از گوشه کنار فیلم خورده گرفتن، این فیلم رو همونطور که در گزارش هم اشاره کردم یه فیلم جادویی میدونن، یعنی چیزی به مراتب بیشتر و بزرگتر از اجزایش که ممکنه همش عالی نباشه. مهمترین نکته در مورد این فیلم این هستش که این فیلم حس و حال یک بازسازی یا دوباره سازی یا نسخه جدید فیلم قدیمی رو نداره، بلکه به قول جو مورگنستن منتقد وال استریت جورنال، فیلمی است که از آغاز رعداسایش تا پایان لطیفش تازه و با طراوت و امروزی به نظر میرسه. و او نوشته تعجبی هم نداره که این رو از اول تابستون که اولین آنونس فیلم پخش میشد میشد انتظار داشت، اما آنونس مثل سفته است که میتونه بلاوصول باشه، ولی برخلاف اکثر آنونس ها، آنونس این فیلم در 2.5 دقیقه روح فیلم رو خلاصه کرده بود و میشد دید که یک تولید درجه اول هالیوودی است با یک روح لطیف، سخاوتمند، لحظه های احساسی و سکوت تو هم با عشق شورانگیز. اما این منتقد و دیگران یادآور شدن که برخلاف روایت‌های قدیمی، موسیقی به قدرتی تبدیل میشه که رابطه دو شخصیت رو تعریف میکنه، اونها رو به هم پیوند میده و ویژگی خاص اون قبلا در سینما نبوده. پیتر تراورس منتقد رولینگ استون فرق این فیلم با فیلم‌های هالیوودی رو در حس ناپخته، ستیزجو و زندگی شده این فیلم میدونه که حاصل اون یه موزیکال کلاسیک ولی امروزی هست. کنت توران در لس آنجلس تایمز ستاره متولد می شود رو فیلم پرشور، عاطفی و نترس توصیف کرده که قطعاً به فیلم روز تبدیل خواهد شد و توصیه کرده همه اون رو ببینن. خیلی از منتقدان نه تنها از این فیلم رو اسکاری می دونن، بلکه از حالا میگن برنده اسکار بهترین فیلم سال خواهد بود. مرسی بهنام از گزارش امشبت. VOA فارسی، اینستاگرام صدای آمریکا. مونسرات کابایه، خواننده مشهور اپرای اسپانیا که 50 سال از عمرش رو در عرصه موسیقی اپرا فعال بود، در 85 سالگی از دنیا رفت.
او در اواخر دهه 80 میلادی با اجرای مشترک ترانه بارسلونا با فردی مرکوری به شهرتی جهانی رسید. این قطعه ترانه رسمی بازی‌های المپیک تابستانی سال 1992 در بارسلون شد. شب‌آهنگ رو با پخش گوشه‌ای از این اجرا به پایان می‌بریم. ممنون از اینکه شب‌آهنگ رو برای تماشا انتخاب کردید. ما رو در فیسبوک هم دنبال کنید. تا فردا، روز و شبتون خوش. تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. این صدای آمریکاست.